دیدارهای خانم رجوی با نمایندگان پارلمان اروپا در بروکسل. روز سه‌شنبه دوم خرداد، خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران در محل اقامتش در بروکسل با خانم راسا یوکنویچینه معاون گروه پارلمانی احزاب مردم اروپا EPP و همچنین با آقایان استانیسلاو پولچاک نماینده پارلمان اروپا از جمهوری چک و کریستیان بوشوی رئیس کمیسیون انرژی و صنعت پارلمان اروپا دیدار و پیرامون اوضاع ایران و موقعیت مقاومت و قیام مردم ایران با آنان گفتگو کرد. خانم ویچینه که در سال 2012 وزیر دفاع لیتوانی و در سال 2018 رئیس مجمع پارلمانی ناتو بوده و در حال حاضر معاون زیر کمیته دفاع و امنیت پارلمان اروپا است، در دیدار با خانم رجوی گفت: ما دیکتاتوری را خیلی خوب می شناسیم و پارلمان اروپا که ستون دموکراسی اروپا است باید به شما به عنوان آلترناتیو بزرگ و قدرتمند دیکتاتوری حاکم بر ایران نگاه کند. ما موضوع جنگ روانی رژیم علیه شما را خوب می فهمیم و این کاری است که دیکتاتوری ها در همه جای جهان کردند. وی افزود: شما و مردم ایران شایسته ترین برای نیل به آزادی هستید. آقای بوشوی با یادآوری تلاش‌های خانم رجوی در مورد مجاهدان اشرف گفت: همه به خوبی می‌دانند که شما چه مبارزه عظیمی را پیش بردید. همه کشورهای غربی از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد می‌کنند. اما اگر این انتقادها به تحریم‌ها و اقدامات جدی راه نبرد، رژیم به سرکوب مردم ادامه می‌دهد. آقای پولچاک نیز گفت: ما سال‌هاست که از مقاومت شما حمایت می‌کنیم و این حمایت را ادامه می‌دهیم تا رژیم را هرچه بیشتر در صحنه جهانی منزوی کنیم. خانم رجوی ضمن تقدیر از حمایت‌های نمایندگان پارلمان اروپا، خواستار سیاست قاطع در برابر سرکوب وحشیانه مردم ایران و شانتاژ و گروگانگیری رژیم شد و افزود: دولت‌های اروپایی باید حق دفاع از خود را برای مردم و جوانان ایران در مقابله با سپاه پاسداران به رسمیت بشناسند. خانم رجوی تأکید کرد: مبارزه ما در برابر دیکتاتوری تروریستی آخوندها نه فقط برای آزادی ایران، بلکه به سود خلق‌های خاورمیانه و مردم اروپا و سایر نقاط جهان نیز هست.